آقای بهرامی، واقعا پرسش اینجاست که این بحران تصمیم گیری درباره رهبر آینده بعد از آیت الله خامنه ای آیا برای مردم موضوعیتی داره؟ بله، از این جهت که خب یک رژیم سرکوبگر و توتالیتر معمولاً به شخص رهبر وابستگی حالا خیلی مهمی، یعنی وابستگی سیاسی و تشکیلاتی خیلی مهمی اون رژیم داره و معمولاً بودن یا نبودن اون رهبر بسیار تعیین کننده است برای مبارزات مردم، برای به هر حال تلاش برای کنار زدن اون حکومت. اینه که واقعاً مرگ خامنه‌ای و اون ناتوانی جمهوری اسلامی از اون سازوکاری که بعد از مرگ آیت الله خمینی ما شاهد بودیم و نبود چهره‌های کاریزماتیک، چه حالا کاریزماتیک چه به لحاظ فردی و چه به لحاظ خودشون از نظر حوزوی و علمی، نبودن یک آلترناتیو جدی، کما اینکه آلترناتیوها در سالها و دهه‌های گذشته به خاطر ترسی که دیکتاتورها معمولا از بودن رقیب در کنارشون همیشه دارن، این آلترناتیف ها یک به یک حذف شدن و کنار رفتن. اینه که واقعا در یک چنین خلائی که فضا مهیاست برای این که به هر حال کوتوله ها جمع بشن و یک کوتوله را از بین خودشون رهبر قرار بدن، خب این مسئله یک لبه دیگه ای داره، یک نتیجه و یک به هر حال عوارض دیگه برای جمهوری اسلامی داره و اون این که اون کوتوله بعدی دیگه نمیتونه و اون فصل الخطاب بودن رو به اصطلاح خود جمهوری اسلامی نداره، نمیتونه جمع کنه و نمیتونه همه رو دور هم دور این سفره نگه داره. اینه که به نظر من خود این یک امیدی به مردمی میده که اکثریت قریب به اتفاقشون الان خواستار عبور از جمهوری اسلامی هستن، یک امیدی به مردم میده، یک برحال انرژی و یک روح امیدی در جامعه تزریق میکنه برای اینکه برحال در همون زمان کار جمهوری اسلامی تمام بشه، اگر البته تا اون زمان به خاطر اون تناقضات داخلی، به خاطر اون بحرانایی که جمهوری اسلامی باش مواجهه، یک خیزش دیگه مثل خیزش مهزا یا آبان 98 نیاد و جمهوری اسلامی رو در زمان حیات خود خامنه ای به زیر نکشه. اگر این اتفاق هم نیفته، به نظر من امید کاملا واقع بینانه که مردم به فروپاشی جمهوری اسلامی بعد از مرگ خامنه‌ای بستن.